یکی از بزرگان همین صحبت رو میکرد، میگفت مشکل داشتم حقیقتا، آمدم پیش عالمی، گفتن چه کنم؟ گفت برو دیدن مادرت، چیزی که مادرت لازم داره براش بگیر، دعای مادر رو بگیر. ما وقتی مشکل بیشتر میشه از مادرمو بیشتر فرار میکنیم، میگیم مبادا اونم یک گرفتاری یه خواسته داشته باشه، حالا چیکارش بکنم؟ هر زمان به مشکلی برخوردی برو پیش مادرت. میگه اومدم به خواهرم زنگ زدم، مامان چی لازم داره؟ گفت من نمیدونم. به داداشم زنگ زدم، مامان چی لازم داره؟ گفت نمیدونم. به اون برادرم که بیشتر میزد گفتم چی لازم داره؟ گفت فلان وسیله رو گرفتم بردم پیش. چقدر خوشحال شد، دعای خیر کرد. سبحان الله، آبروی اهل دل از خاک پای مادر است، هرچه دارن این جماعت از دعای مادر است. آسمان و زندگی روشن شد از نور پدر، گلشن حسنی مصفا از صفای مادر است. قدر و جاهی را که در اسلام دارا شد اویس از کمال خدمت و مهنت برای مادر است. میگه اومدم مادرم در رو باز کرد، منو با آغوش گرفت، چی شده مامان دیدن من اومدی؟ مشکلی گیری کردی؟ گرفتاری داری؟ خب میدونه. بله مادر واقعا مشکل دارم، این هدیه خدمت شماست. گفت من هدیه میخوام چیکار؟ دیدن تو بهترین هدیه است. مادرها بی توقع هم. میگه رفتم باش غذا خوردم، شام خوردم، گفت شبم واقعا پیش من میخوابی؟ گفتم بله. گریه شد، چون بعد از ازدواجم دیگه نخوابیده بودم پیش مامانم. میگه صبح که بیرون شدم سه تا دعا کرد، گفت الهی پسرم مشکلت رو الله حل بکند، در دنیا سعادتمند بشی و روز قیامت با رسول الله صلی الله علیه و سلم محشور بشی. میگه قسم به خدا دو روز طول نکشید مشکلم الله حل کرد، اصلا دعا شد بال پرواز به سمت الله، دیگه راحت میتونستم نماز بخونم، راحت میتونستم ذکر بگم. من نمیدونم چه شدیم ما اینقدر سنگده، همه رو میبینیم، دوست رو میبینیم، رفیق رو میبینیم، همکار رو میبینیم، طرف معامله رو میبینیم، همه رو میبینیم، مادران رو نمیبینیم. سالها ماها قول بدید سال 99 رو سال صله رحم و ارتباط عمیق با والدین. اصلا عزیزان از این مهم غافل نشید که ما حتما ارتباط بسیار وسیقی با خانواده هایمون، با پدر و مادر و مخصوصا مادر اگر در قید حیات است، اگر هم مردن به هر طریق ممکن ایصال ثواب کنید، مشکلات شما حل میشه.